بازخوانی سرنوشت انقلاب در پیام‌های رهبر مقاومت به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. آنان که در سودای بازگشت به رژیم ضد مردمی شاهنشاهی در تب و تابند، جنایات خمینی را که دنباله خود به خودی دیکتاتوری 50 ساله است دستاویز نموده و بیدریغ بر توده‌های مردمی که انقلاب کردند و بر نیروهای انقلابی واقعی میتازند. راستی چه کسی نمیداند که این گونه شیخ‌ها و آن گونه شاهان در سراسر تاریخ پیوسته در حق‌کشی و فساد و چپاول معاون و شریک جرم یکدیگر بودند. مسعود رجوی، 22 بهمن 1363. هموطنان، مردم مقاوم و قهرمان ایران، 6 سال پیش دست در دست یکدیگر دیکتاتوری دست نشانده شاه را به میمنت و مبارکی سرنگون کردید. یاد همه شهدا و یاد آن همه پاک باختگی و شور و غرور ملی و مردمی گرامی باد. به ویژه باید به روان پاک شهدای پیشتاز فدایی و مجاهد خلق و نیز کلیه پیشتازان مبارز دیگر درود فرستاد. آنها که به مثابه پیشاهنگان راستین انقلاب با مبارزه مسلحانه راه قیام گشودند و در این مسیر همه خطرات و شکنجه ها را به جان خریده و از هیچ جانبازی دریغ نکردند. تأسف‌بار است که خمینی دجال، این دزد بزرگ قرن، توانست رهبری انقلاب بزرگ مردم ایران را به لحاظ تاریخی و عقیدتی سرقت نماید. او امید و اعتماد توده های مردم ما و همه دستاوردهای رهایی بخش انقلاب را سبعانه لگدمال کرد و به جد کوشید تا همه چیز و همه کس و همه پدیده ها و کلمات انقلابی را در دریای ظلمت و ابتذال غرق سازد. اکنون با نگاهی به این بیلان رژیم قدر و خیانت خمینی، یک سلسله مسائل به سادگی قابل توضیح می‌گردد. با این همه جنایت و تبهکاری عجیب نیست که بقایای سلطنت مدفون با حمایت اجانب سر برداشته و بستانکاری آغاز کند. یعنی قابل فهم است که همان دار و دسته های دست نشانده و برشکسته‌ای که بار گناهان و جرائم بیش از نیم قرن دیکتاتوری و چپاول پهلوی را بر دوش می‌کشند، چرا زبان درازی آغاز نموده و از هرچه انقلاب و انقلابی است بستانکار هم شدند. آنان البته در سودای بازگشت به رژیم ضد مردمی شاهنشاهی در تب و تابند، لذا جنایات خمینی را که دنباله خود به خودی دیکتاتوری 50 ساله است دستاویز نموده و بیدریغ بر توده های مردمی که انقلاب کردند و بر نیروهای انقلابی واقعی میتازند. همان جنایاتی که موضوع آن مردم ستم زده ما و رشیدترین فرزندان آنان که بسا داغ‌ها از رژیم شاه بر دل و بر بدن دارند می باشند. جنایاتی که اساساً نیز توسط خود ما در سراسر جهان افشا و رسوا شده است. حال اینکه مردم ایران از سرنگون کردن رژیم شاه پشیمان نیستند. مسئله اساسی انقلاب ضد سلطنتی، غصب ایدئولوژیکی و تاریخی رهبری آن توسط ارتجا بود.
مشکلی که اکنون دیگر در راستای انقلاب نوین مردم ایران حول محور شورای ملی مقاومت اساساً حل شده است. یعنی در مسیر پیشرفت این انقلاب نوین از شیخ مرتجع نیز همچون شاه دیکتاتور و دست نشانده خلعیت خواهد شد. و راستی چه کسی نمی داند که این گونه شیخ ها و آن گونه شاهان در سراسر تاریخ پیوسته در حق کشی و فساد و چپاول معاون و شریک جرم یکدیگر بودند. بنابراین ما همچون گذشته تأکید می کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. به عکس ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می کند. بدون یک چنین سابقه و پشتوانه‌ای مقاومت عادلانه امروز ما در سراسر کشور هرگز این چنین ریشه‌دار و پایدار نبود و محققاً خمینی آن را تا به امروز ریشه‌کن و رژیم خود را برای سالیان دراز تثبیت کرده بود. همچنین ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که هیچ قدم یا قلم یا قطره خونی که از مردم ایران صادقانه نثار راه انقلاب شده به خطا و به هدر نرفته است. بر این اساس تمامی فرضیات مبتنی بر بازگشت سلطنت آب در هاون کوبیدن است. هیچ و پوچ است و به هیچ وجه نبایستی آن را جدی گرفت.